اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين وأئمة المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران عزیزی که در خدمتتون هستم. خداوند متعال رو شاکرم، تسلیت عرض می‌کنم فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و یاران فداکار ایشون رو خدمت شما بزرگوارم. امیدوارم که دست پر از این محرم بیرون بریم. من 5 شب در خدمت شما بزرگواران خواهم بود و خب بیشتر جلسات ما تو فضای دانشگاهیه، حالا تو حیات هم جلسه داشتیم تا فرمودن که توی این محله و اینجا احساس نیاز هست و فلان، ما ساعت هم کردیم. بابت تأخیری هم که پیش اومد در شروع جلسه من عذرخواهم. حالا یه مقدار فرمودن که تا جمعیت جمع بشن یه خورده دیرتر شروع کنید، منتها من خودم نگاه هم اینجا یک نفرم باشه من سر ساعت بحثم شروع میکنم. خیلی تو کشور ما بالاخره این قب بعد از یه جا بشکنه دیگه. اینجا ببینید، صحبت کردن در مورد ابا عبدالله، صحبت کردن در مورد امیرالمومنین، صحبت کردن در مورد آقا صاحب الزمان بدون درک مفهوم امامت ممکن نیست. یعنی اصلا بنده معتقدم و اثبات میکنم با هر دین و هر نهلهی که شما دست بگذارید، اثبات میکنم که اصلا دعوای دنیا، اصلا دعوای خلقت سر امامته و تمام ادیان دارن به زور یک جوری خودشون رو منتسب میکنن به این مقام و این که این مقام دست ماست. خیلی اهمیت داره. اگر این مسئله فهم بشه و درک بشه بسیاری از مشکلات حل میشه. خب ما شیعه هستیم، در خانواده‌ای به دنیا اومدیم که خب اهل بیت بوده، با تربت زبان دهانمون رو باز کردن، توی از بچگی که توی هیئت بزرگ شدیم. یعنی شاید برای ما از همه حتی واجب تر باشه که این مفهوم رو درست بشناسیم. یعنی اعتقاد دارم خیلی از شیعیان متاسفانه نمیدونن امامت یعنی چی. حقیر سال گذشته بود اشتباه نکنم در یکی از حیات تهران 5 شب در مورد امام شناسی صحبت کردم، فقط موضوع امام بود. من تا اینجا بنا ندارم اون مباحث تکرار بشه و اصلا بحثم ممکن اشتراکات داشته باشه، اما بحث دیگری است و از یک نگاه دیگر من میپردازم و در این 4 شب آینده که در خدمت شما انشاءالله به شرط حیات خواهیم بود، اینه که روی شخصیت‌های روی کربلا و ارتباطشون با مفهوم امامت و اینکه چجور امامت رو فهمیدن صحبت خواهم کرد. ببینید، شرط هستی اینکه خداوند متعال فرمودن که ما شما رو خلق کردیم در قرآن هست. شرط هستی قبول عبودیت بوده. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اگر این رو عنایت بفرمایید و خوب حل بشه براتون، بسیاری از شبهاتتون حل میشه. بسیاری از شبهاتی که امروز جوونا دارن، خب دفتر ما خیلی میان میرن، از کافر شما بگیرید تا انواع اقسام اقلیت ها میان بحث داریم، مباحثه داریم. الحمدلله افتخارم میکنیم تا الان توی مؤسسه ما 242 نفر شیعه شدن و اینا کسایی بودن که ما دنبال شیعه کردن کسی نبودیم، ما مثل چیز دیگه داشتیم، حالا اونا میومدن. حالا کسایی که تلفنی گفتن ما شیعه شدیم، اینا اصلا ما حساب نکردیم. یعنی باید برامون اثبات بشه این مطلب. خیلی به این فکر میکردم که چرا مثلا یه جوونی گمراه میشه، چرا اصلا از اول به راه نمیاد. نگاه کنید، همه دعوا سر همین، چون اصلا دلیل خلقت فهمیده نمیشه، به پوچگرایی میرسه، نیلیست میشه، مثلا برای چی ما رو خلق کرده که بعد بفرستتمون جهنم. انگار خدا مثلا خلق کرده نعوذ بالله آزار داریم بفرستش جهنم بعد عذابم کنه، اصلا نخواستم همین چه خلقتی که بخواد تهش این زندگی باشه و اون باشه و فلان ها. قرآن، اون چیزی که از قرآن استفاده میشه و از روایات اینه که برخلافه که خیلی ها فکر میکنن، ما در خلقت کاملا مختار بودیم. یعنی اصلا جبر نبوده. یعنی خداوند متعال کل
هر اون چه که مخلوق شما اسمشو بگذارید. وقتی خلق فرمودن بهشون گفتن این هستیه، این نعمت هستیه، نظرتون چیه؟ از نیست. گفتن خیلی خوبه. خداوند فرمود به مخلوقاتش که عیبی نداره، خوبه، قراره از این بهترم تازه بشه. اون تو یه شرط داره، شرطش اینه که شما تو مسیر درست باشید. اینجوری نیستش که هر پا دلتون خواست بکنید. یعنی تمام دعوا سر اون پذیرش اون مسیر است. مسیر صراط طریق. تنها دعای واجبی که شما تو عمرتون انجام میدید، اگه این دعای واجب رو انجام ندید اون دنیا خیرتون رو میگیرن، اهدنا صراط المستقیم. خدای مریضا رو شفا بده، نگفتید کسی اون دنیا خیر شما رو نمیگیره که چرا اینو انجام مستحبه. تنها واجب میان خیر ما رو میگیرن دیگه اگه انجام ندیم. اهدنا صراط المستقیم واجبه، چرا؟ چون تو نمازه. اگه کسی این دعا رو انجام نده بشه یعنی نماز نخونده. لن تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاة. شفاعت ما به کسی که نماز و سبک بشماره نخونه که هیچی، سبک بشماره نمیرسه. دعوا سر همین صراطه، صراط مستقیم. اصلا وقتی این پنج جلسه پارسال ما می‌خواست بیاد بیرون، بچه‌ها گفتن که اسمش چی بذاریم؟ گفتن بذار صراط مستقیم. همینه، یه راه هم بیشتر نداره. آقا ما میگن ما روایت داریم توی فیلم مارمولک هم گفته نمیدونم به تعداد آدم ها راه هست برای رسیدن به خدا و اینا. میگیم بله، یه راه بیشتر درست حسابی پدر مادردار تهران تقوم نداره، یه راه بیشتر نداره، منتها به تعداد آدم ها روش رسیدن هست. یکی با 20 تا میره، یکی با 40 تا میره، یکی اونجا میزنه بغل جاده وای میسته نهار میخوره، اون یکی نمیدونم میخواد با گاز بره، اون یکی با بنزین میره، اون یکی با ماشین شاسی بلند میره، یکی پیاده میره دیگه. اینا به تعداد آدمان مدل رانندگی هست. بله این اونه، اشتباه نکن. برعکس مجبورم تو این سخنرانی میشم خیلی از جاده و رانندگی و اینا مثال بزنم. داستان سر همینه. خداوند فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بعد در جای دیگه میفرماد، اینا بذارید کنار هم دیگه، میگه شرط خلقت شما، ببینید روی جن و انس هم دست میذاره. چرا بقیه چیزا رو خلق نکردی خدایا؟ چرا اونا شعور ندارن؟ چرا؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه در زمین و آسمون است اونا دارن تسبیح خدا میکنن. یعنی این میزه داره تسبیح میگه، من شما نمیفهمم. خورشید داره تسبیح خدا میکنه، نمیفهمم. گفتم این شرط آدمیت نیست. مرغ تسبیح گوی و ما خاموش. همه دارن و نجم و شجر و یسجدان. شما دیدی سجده شو به من نشون بده. شجر یعنی درخت، نجم یعنی بوته. برخلاف که همه فکر کنن نجم یعنی ستاره، اینجا نجم یعنی بوته. میگه درخت گیاهانی که بوته یعنی ساقه دارن، تنه دارن، درخت نه، همه دارن سجده میکنن. خوب به من نشون بده ببینم جز سر. اینی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر لی ساجدین. میگو دیدم ماه و دارم من سجده میکنم. من به مفهوم باید رسید. یه نکته تو قرآن هست که مرحوم علامه طباطبایی اشاره فرمودن که خیلی بحث عمیقیه و من جرأت نکردم تا الان تو هیچ کدام از سخنرانی ها به این بپردازم. یه اشاراتی کردم، این که کلمات و الفاظ صورت ظاهری یک حقیقته. اگر کسی به اون حقیقت برسه موحد میشه. مثال بزنم، چراغ 400 سال پیش یعنی چی؟ وسیله‌ای که نفت میریختن توش، قبل ترش روغن میریختن توش، یه فتیله‌ای داشته، سفالی هم بوده، یه کاسه سفالی، یه فتیله میذاشتن بغلش، توش بر روغن میکنن روشن میکنن. گذشت 400 سال پیش نفت، 200 سال پیش فانوس اختراع شد مثلا. مصباحی داشته، یعنی لامپی داشته، میذاشتن نور میداده. الان چراغ چی؟ چراغ تیره برق، چراغ قوه، چراغ لامپ. پس ببینید چراغ، لفظ چراغ از یه مفهوم دیگه نشأت میگیره. اون چیه؟ اعطای نور. یه موقع این نور با تنگستنه تو لامپ، یه موقع با فتیله سوختنه، درست شد؟ اون مفهوم و اون فهوا رو آدم بگیره. سجده یعنی چی؟ ها، یه موقع اینه،
یه موقع همین که درخت داره برگ میده تو ذات این یعنی داره سجده میکنه. ها خیلی داستان ها داره، نمیفهمیم دیگه. برای مرحوم علامه طباطبایی میفهمیدن اگر کسی به مفهوم پشت سر اینا برسه موحد میشه، چون همه این از یک حقیقت سرچشمه میگیرن. در مورد بیبی حضرت زهرا تو قرآن با چه عنوانی یاد شده؟ قرآن من نور نیست، شک دارید؟ یه سوره داره به اسم چی؟ نور. یه آیه داره به اسم نور. نورون الا نورون الا نور چه شود؟ چقدر هم تو اون آیه نور داریم باز. خیلی جالبه تو اون آیه تمام 13 معصوم و خدا میگه نور، یکیشونو نمیگه نور، یه چیز دیگه میگه، میگه چراغ. عجب. فرق نور و چراغ چیه؟ چراغ تولید کننده نوره، درست شد؟ چراغ تولید کننده. یه چیزی هست، این لامپی که مثلا بالا سر ماست رو سقف، این خودش نور رو تولید میکنه، درسته؟ اما این دیوار ما به واسطه نور میبینیمش، اما نور خودشه؟ واسطه چی بوده؟ او بوده. بخونید سوره نور، آیه نور رو، همون آیه عجیب غریبی که همه مفسرین از تفسیرش عاجز ماندند، میگه که مثلا نورهی کمشکات، همون آیه تا میگه که الله نور السماوات، میگه این یعنی محمد. صلوات نداشت؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. مثلا نورهی میگه یعنی علی، دومین نور. کمشکات یعنی فاطمه. او نور نیست، او تولید کننده نوره، مولد نوره. زهرا یعنی چی؟ درخشنده. خب بدونید کابالیستا میگن ما زمانی به کثرت میرسیم که کتاب زهر رو بخونیم. کابالا چیه؟ عرفان یهوده. دعوای ما شیعیان الان روی کره زمین با این صهیونیست هاست. صهیونیست ها عقیدهشون از کابالا میگیرن. روی کره زمین دو تا عقیده بیشتر وجود نداره، دو تا عقیده. بقیه به یه نوعی به اینا نزدیک هنگی از اینا دورن. یک تشیع اثنا عشری، دو صهیونیسم. اینا دعوا دارن واسه مدیریت دنیا. هم ما میگیم دنیا آخر زمان مال کیه؟ مال ماه. یا همه عالم بگیریم یا بر عالم پی زنیم، یا دنیا رو میریم یا فاتحه همه دنیا رو میخونیم. اونم دقیقا همه حرف رو میزه، میگه ما کثیر زمانی میشیم. چرا؟ چون خدا به حضرت ابراهیم وعده داد از فرزندان تو امتی به وجود میارم و کثیر خواهید شد، کل زمین رو خواهید گرفت. اونا میگن ماییم، ما میگیم ماییم. اونا میگن بنی اسرائیل، ما میگیم بنی اسماعیل. قرآن هم کثرت رو در فرزندان اسماعیل به کی نسبت میده؟ انا اعطینا کالکوثر، میگه در این وجوده. اونا میگن اگر میخوای کثیر بشی باید زهر بخونی، اسم کتابشون زهره. اینا بحثایی که 10 سال بعد پژوهشگر ما قرار مثلا تو کشورم آروم آروم شروع کنه درمش صحبت کردن. اینو به جد میگم، از ما گفتن شما هم نشنیدن. اون کابالا میخواد کثیر بشه، زمینو بگیره، میگه به واسطه زهر. شیعه میگه نه، ما میگیریم کثرت مال ماست به واسطه زهرا. عجب. بعد میفرماد فیها، در اون، مصباح و نل مصباح، دو تا مصباح. مصباح چیه؟ خیلی جالبه، اون چراغ دونه، یعنی این فتیله که نور میده میخوره به اون لامپ دور، چیکار میکنه؟ نورو زیبا میکنه و جلوه میده. میگه به واسطه اون دوتا، دوبارم لفظ مصباح رو استفاده میکنه برای اینکه دوزاری بهتر بیفته. یه روایت میخونم، ان الحسین دو تا حسن با هم میشن چی؟ تو عربی حسنین. حسین میدونید یعنی چی؟ به عربی فعل، یعنی فعل کوچیک. حسن کوچیکو میگن چی؟ حسین. حسنین یعنی هر دوتا حسنن، یکی حسنه اون یکی حسن کوچک، میشه حسین در زبان عربی. این قواعد زبان عربی. میگه دوتا مصباح،
بعد اشاره میکنه، میاد جناب میگه که باد میخواد اون جالبه بحثش سر چراغه رو شرح میده، میفهمد کوکب دوری، میگه این ستاره درخشنده است، یوقدو من شجرت مبارکه، شجره مبارکه تو قرآن بری ببین مالکیه، مالکیه حضرت ابراهیم، میگه این همون قولیه که در مورد ابراهیم دادیم. ولم تمسس هن نار، من قرآنم جلوم نیستش، اگر او اینو گفتم یه من عذرخواهم، اما آیه شو دارم اشاره میکنم میتونید رجوع بفهمید. میگه آتیش هم اینو نمیسوزنه، نوری نیست که به آتیش ربط داشته باشه. برای چی؟ برای که یکی از مصداقهای نور تو ذهن ما چیه؟ نوری که از آتیش منشعب میشه. بعد عرض کردم میگه مفهوم نور رو بگیر، روشنایی جایی که نور نباشه چیه؟ ظلماته. یخرجهم من النور الى الظلمات، میگه جایی که اینا نباشن ظلماته. عکسش چیه؟ من از ظلمات الى النور، میگه این نور از اون نورای آتیشه نیست، اشتباه نکنید، با مس نار و لمس نار ارتباط نداره. بریم این شجره رو یه نگاه کنیم، حضرت ابراهیم انداختن تو آتیش چی شد؟ نسوخت. اومدیم این طرف، آتش به خانه زهرا زدند. جالبه در مورد بی بی همه چی نقل شده الا سوختن خودش، میان چادر آتش گرفت اما نه، هیچ جا نگفتن که سوختگی بر بدن باشه. آقا امام صادق در زمان ظاهرا منصور، اشتباه نکنم از همین خلفای عباسیه، منصور باید بشه، خونه حضرت رو آتیش زدن، حضرت جلو چشه این ملعونا تو آتیش را میرفت، همین آیه رو بخون، تو آتیش را رفت، گفت بابا آتیش بر ما حرامه، نور. یه معجزه قرآنی هم بگم قشنگه، خدا هر جا از ماه اسم برده میگه نور، دقت کردی؟ و مشتقات نور میگه، میگه منیر و القمر و نورا و شمس و بگید سراج، میگه اون چراغه این نوره. یعنی چی؟ میگه این نور مال خودش نی، از چیه؟ از چراغ است. این شاهکار نجوم قرآنه، برید بخونید. و شمس و ضیاء، میگه خورشید چیه؟ ضیاء یعنی اونی که زو امیده، یعنی مولد نور رو میگن زو، مولد نور، نوری که از خود مولد اومده بیرون. شمس چراغ نور دهنده است، اما ما نور اونو داره به شما منعکس میکنه. در زمان این حرفو زده که برعکس بین مردم چی شایع بود که میگفتن ماه چراغ آسمان است، دقیقا ماهو به چراغ میشناختن. قرآن می نه، ماه نور مال خودش نیست، آریه است، قرضه، برو ببین مال شمسه، شاهکار قرآن. خب بعد بچه میخواد کافر بمونه، چهار تا این دلایل براش بیار. 1400 سال پیش یک پیامبری در میان اعراب جاهلی آمده، درس نخوانده، آنچه بهش وحی شده رو اومده گفت. تا دلتون از نجوم بیاید، از زمین شناسی، پزشکی، هر چی بگی تو آستینم دارم. یعنی واسطه خلقت اونطور که قرآن میفرماد بیبیه. یه روایت هم داریم تایید میکنه، نه لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نمی بودی که ما افلاک رو نمی آفریدیم این پیامبر. بعد تو آخر میگه چی؟ لولا فاطمه، اگر فاطمه نمی بود هیچ کدومتون رو نمی آفریدیم. واسطه فیض و در آفرینش و دمیده شدن نور در اصلی زهراست. آقا یعنی چی؟ یعنی الان مقام از زهرا از رسول الله بالاتر؟ نه، میگه وسیله خلقت اینه. درست شد؟ ببینید قاطی اون مردم کی داشته بینشون زندگی میکرده اینا. چه کردن؟ ادامه بدم. گفت ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من شرطم اینه که عبودیت کنیم. گفتن خدا گفت قبوله؟
همه گفتن الستو به رب بکن؟ قالو بله. همه گفتن قالو بلا. جالب قرآن میگه یه نفرم نگفت نه نامردا. همه گفتن آره. چرا؟ چون هستی رو دیدن. یه مثالی میزنم، مثال شاهکار، این مثال خیلی مثال قشنگی، بعضی از مثال هست خوب مطلب و جام میده. به نظر شما چند درصد مردایی که میرن سربازی با عشق میرن خدمت؟ خودش خودمونیم، یعنی میگه بریم خدمت کنیم دو سال با اصلا مثلا جیم نمیزنن و خنداتون معلومه چه خبره. درصد کمی هن واقعا. خدا فرمود این هستی رو میخوان، گفتن بله. چی میخوای؟ خارج کشور بری؟ بله. زن میخوای بگیری؟ بله. سر کار میخوای بری؟ بله. شرطش پایین خدمت. هستی رو میخواید؟ بله. لا لیعبدون، عبودیت بچی مجبوره؟ بله. بتونه در میره، اما بتونه جیم میزنه، بتونه از زیر سیم خاردار سر پست میخوابه، هزار دنگ و فنگ داره که الحمدلله استادی. بیم این طرف، علم عهد لکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ان اعبدونی. مگه من با شما عهد نکرده بودم که سراغ شیطان نرید؟ ان اعبدونی شرط ما عبودیت مگه نبود؟ و سریع ان اعبدونی رو معنی میکنه، معنی میفرماد هازا صراطم مستقیم، یعنی عبودیت که شرط هستیست اینکه تو راه باشی. ساعت مثلا 6 صبح پادگان اینجوری کفشاتو مثلا پوتیناتو واکس بزنی، اینجوری احترام بزنی، همه کاری که سرباز باید بکنن، خیلی هم نظاممند و خیلی هم چیه؟ قانونمند. اگرم نمیخواید نیاید، دوباره میبرمتون به عدم، دردم نداره. گفت خدا میگه یکیشون نگفت نه، همه گفتن بله. و این بلرم بهتون بگم، اما فقط برای موجودات مختار نیست، سنگه، کوهه، همه گفتن بله. چون از آیات قرآن برداشت، برای اینو میفهمن، اینو شعور دارن و در راه حال تسبیح خودم. اما شاهکارش می چیه؟ میفرماد اینا تسبیح میگن توعن از سر اطاعت او کراهت. عجب، یعنی بعضیشون هم هستن سر چی؟ کراهت. موجودات شدن دو دسته، یک دسته موجودات مختار جن و انس، یک دسته موجودات چی؟ مجبور. اونایی که مجبور شدن، اونی که یعنی اینجوری کردن بله، ردال بود دیگه پذیرش این شرط. بعضی گفتن بله، با عشق گفتن بله. ما روایت داریم که در همون روز شما تعیین کردید کجا به دنیا بیاید، تو چه مذهبی به دنیا بیاید، تو چه زمانی به دنیا بیاید، ننه باباتون کی باشه، ننه بابای کی باشید. بعضی میگه چی شد تو ژاپن به دنیا اومده، اینا تو ایران به دنیا اومده، اینا کجا به دنیا. میگه همه رو خودتون انتخاب کردید. جالبه تو همون روایت الست آیه الست میگه از پشت پدرانتان شما رو بیرون کشیدیم، یعنی کاملا نسبتون مشخص شد، خودمون تعیین کردیم. چی دیدیم اونجا؟ آقا چرا یادمون نیست؟ دقیقا نباید یادت باشه. چرا؟ چون اگه یادت باشه دوباره نفاق پیشه میکنی، چون اونجا یه بار نفاق پیشه کردن بعضی ها دیگه، درسته؟ دوباره نفاق پیشه میکنی، دوباره فیلم بازی میکنی. بله نه خیلی خوب، چون یادمونه دیگه. این کسی که جهنم بهش نشون بده همچین آدم بشه که اصلا شک نکنی. آقا ابو عبدالله چیکار کرد؟ اول گفت برید، بعد بهشت نشون داد از بین دو انگشت. چون اگه قبلش نشون میداد چی بود؟ هیچ کی اونجا بیرون نمیاد، شک نکن. یعنی اول خالص شدن، غربال شدن، بعد شیطان هم چی میگه؟ میگه من پدر همه این بنداتو در میارم الا عبادک منهم المخلصین. قیل اونایی که غربال شدن خالص شدن. مخلص با مخلص فرق داره دیگه، مخلص یعنی خالص شده، مفعل. دعوا سر صراط مستقیم. چقدرم جالب، ما تو نمازم هم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، دعای واجب، خیلی جالبه ها. چقدر این صراط مستقیم حالا میشناسیم؟ داستان سر اینه. بعد یه روایت میخونم، آقا امیرالمومنین انا صراط المستقیم، تمام شد. آقا امام صادق والله نحن صراط المستقیم، ما این صراط. حضرت عیسی انا صراط المستقیم. انجیل بخون، حضرت عیسی میگه صراط مستقیم منم. راست میگه، تو زمان حضرت عیسی
تابلو ببین از تهران داریم میریم سمت مثلا فرض کن یه جایی بگم پرپیچ و خم چالوس، صراط مستقیم هم همینه، یعنی باید بری پر تابلوه خروجی داره همینطور، درسته؟ سر این دو راهیا اون موقع تابلوی درست کی بوده؟ عیسی ابن مریم. فریسی ها خاخامای فریسی گفتن نه این طرف، بابا منم راه درست، بیاد این طرفی. مردم چند دسته شدن؟ چهار دسته. خب اول بذار اون مجبور و مختار رو بگم. اونایی که مجبور بودند، اون نهی که تو دلشون گفتن، اون بلهی از سر نفاقی که علنی گفتن شد ذاتشون. به خاطر همین قرآن خود دید چقدر به خوک فوش میده؟ بابا خوک چی کرده؟ خود آفریدش خوده. شما نمیفهمید. روایت آدم میترسه اینا رو بگه. اینقدر متاسفانه فضا بد شده. ما روایت داریم توی حیوانات اونی که اولین بغض رو نسبت به ولایت علی ابن ابی طالب گرفت خوک بود. آیه قرآن چی در مورد خوک؟ میگه گوشت خوک رجس داره. گوشت خوک رجس داره. از اون در مورد اهل بیت چی میگه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل بیت. میگه دقیقاً اون چیزی که شما اهل بیت ندارید خوک داره. رجس یعنی پلیدی، باز ظاهر پلیدی، اما حقیقت پلیدی یعنی چی؟ یعنی نپذیرفتن صراط حق. تو روایت آمده در مورد پرندگان کدوم بودن، همینجوری هست، میتونید رجوع کنید. خب مورد بحثمون نیست. با فضایی اگه باز بشه جمع کردنش با کرمون کاتبی یه همجا من آخه تجربهش داشتم جایی گفتم دیگه این چی اون چی همینجوری میگم. اما دو سه تاشو میگم. مثلا توی سنگ ها میگن عقیق از همه زودتر پذیرفت، بعد فیروزه بود، توی املاح نمک، گندم، جو، خرما، انجیر، زیتون، برنج. بعد شما میبینید که یه شیعه باید انگشتر عقیق به دست راست کنه، غذاشو با نمک شروع کنه و با نمک تموم کنه. اینا ارتباط، این ربطش نمیفهمیم، چون ربط ظاهری رو میبینیم. النور یعنی چی؟ چراغ نفت. اینو میفهمیم. و خدا باید به اون بفهمونه بابا این نور اون نه آتیش بگیره ها. بعد برید یه نگاهی بکنید آدمایی که از این فضای ولایت اهل بیت فاصله میگیرن، خیلی جالبه تغذیهشون رو مارمانم تغییر میکن. یعنی تغذیه بر میزان پذیرش این مسائل اثر دارد. از ما گفتن موجودات مجبور شد ذاتشون، موجودات مختار باید لو بره. چرا؟ چون اختیار داره. گرفتی چی شد؟ موجود مختار باید لو بره، یعنی الکی من دیوار هاشا بلنده، من که گفتم که بله. ببین شاگرد بده، معلم تشخیص میده این گور به گور شده میفته آخر تر، اما فرض کنی معلمش دو بده چیکار میکنه؟ عالم آدم آتیش میکشه. او از من امتحان نگرفته فلان. دانشجو همین جوری هن 20 بهشون میدی میگن 20 گرفتیم، وقتی یه خورده نمره بده میگه داد. یعنی فعلا اینجوری استفاده میکنن. این همین جوریه. میدونه معلم هم باش امتحان میگیرم تا چی؟ به خودت هم چی بشه؟ اثبات بشه تو لیاقت ورود به این مرحله رو نداشتی؟ تو لیاقت ورود به هستی رو نداشتی، نفاق پیشه کردی، نامردی کردی. بله و بگید از قدیم گفتن بلا مثلا کناش باید امتحانه بیاد. برید پر قرآن پر بلا بلاه. و از ابتلا ابراهیم، ابراهیم هم ما به بلا آزمودیمش. خب حالا مردم چی شدن؟ خدا چجوری رانندگی کنیم؟ بحثه کدوموری بریم؟ یک بعد چجوری تو اون جاده چیکار کنیم؟ یکی مسیر رو میشناسه اصلا باید برسم به چالوس، تابلوها هم بلدی، یکی دیگه چجوری رانندگی کنم؟ زنجیر چرخ ببندم با 20 تا برم 120 تا برم؟ این قوانینم برای قوانین شد دین، قوانین راهنمایی رانندگی شد همین دین، مسیرم مشخص. خیلی مثال خوبیه، فکر میکنم قشنگ روشن میکنه همه چیزو. آدما شدن 4 دست. یک، مسیر درست، رانندگی هم درست، یعنی قشنگ میدونه باید بره سمت چالوس، از تهران راه میفته، اینجا رو باید اینجوری برم، الان 80 تا کم کنم، اینجا پیچ خطر در گردش به راست، خیلی قشنگ رانندگی میکنه، اصولی میرسه.
اینا خوش به حالش، اینا مؤمنینن، مؤمنن، مؤمنی توره اینا. مرحله دو، مسیر رو نادرست انتخاب کرده اما رانندگیش خوبه، درست رعایت میکنه، به جنگ به سمت چالوس هم به سمت قزوین قشنگ قوانین رو رعایت میکنه، راهنما میزنه، کمربند بسته، اما یه نکته دقت میکنید، هی داره از هدف بگید دور میشه، دو قرون بگید نمیارزه. مثال روایی بزنم، شیطان گور به گور شده، اون به خدا گفت خدایا، روایت داریم برای در تفسیر آیه است، خدایا بی خیال این سجده 10-20 ثانیه‌ای بشو، همیه سجده. قول میدم یه سجده برات بکنم، عالم و آدم تعریف کنم. آقا امیرالمومنین میفرما 6000 سال عبادت کرد، 4000 سالش فقط یه سجده بود. بعد حضرت میفرماد نمیدانیم از سالهای دنیوی بود یا آن طرفی. دیدید چی میگه؟ میگه 50000 سال یه روز. یعنی اوس خدا میگفتش که خدا برایش جواب داد انما انا اريد، اینو جای دیگه هم گفتم، انما انا اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من دوست دارم عبادت شوم اونطوری که دوست، اونجوری که من میخوام، نه اونجوری که تو میخوای. یعنی مثلا یه نفر میگه شما ازت میخواد که این کار بر من انجام بدی، نه تو نمیفهمی این درسته، بابا من میخوام اینجوری کار برام انجام بدی. شیطان چه جالبه، تو میگم شیطان تو توحید خدا شک داره؟ جواب مطلقا. در مورد قیامت شک داره؟ بگید مطلقا. خودش میگه الی یوم یبعثون. چقدر جالب، تو چیزم قبول داره، نبوتم قبول داره، اولیای دینم میشناسه. برای چی؟ برای اینکه میگه یه سری از بنده ها دستان دست منم بهشون نمیرسه، پیامبرم میشناسه. چقدر جالب، شیطان اصول دین رو قبول دارد، توحید، نبوت، معاد. گیر شیطان سر دو تاست، یک قائل برای این از خدای تو عادل نبودی، دو من اینها را قبول ندارم. چقدر عجیب، در تشیع ما دقیقا همین دوتا را آوردیم جز اصوله. بگید خیلی جالبانه. آقا تو صدی خوب عبودیت کن، خوب رانندگی کن، خدا میگه من اینو نمیخوام، من میگم اینوری باید بری، و هی داری دور میشی، برعکس داری دور میشی. اینا کیان؟ اینا تو قرآن راهشونو گم کردن، خوب بلدن رانندگی بلدن اما راهو گم کردن. گمراه عبارت عربیش بگید، خدا پدرتونو بیامرزه. چی میگی؟ اهدنا الصراط صراط الذين انعمت عليهم. انعمت عليهم یعنی چی؟ اليوم اكملت عليكم نعمتي. چه روزیه؟ روز قدر. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. این ضالین اینا. بریم دسته سوم. هم مسیر رو نادرست انتخاب کرده، هم رانندگیش بده. این دیگه چه آدم 180 تا داره تو جاده میره، بعد کدوموری هم داره میره، میره سمت گرمسار. این اوضاعش خیلی خرابه، درسته؟ داره دور میشه، بعدم داره دور میشه، هر لحظه ممکنه چی؟ به درک واصل شه، بمیره تو جاده. اینجا که 180 تا داره گاز میره، اصلا نه زنجیره چرخید، لاستیکاش صاف، هیچ جالیش، معاینه فنی تعطیل داره، چی میره خودش. اینا کیان؟ اینا مغضوب علیهم، غضب میکنه خدا برای اینا، خدا به دادشون برسه. یه دسته دیگه موند، مسیر رو بلده، بگی بعد رانندگی میکن. سرمونه میندازیم پایین، انشالله که ماها نباشیم. اصلا فهمید چی شد؟ ماهایی مسیر رو میدونیم، یه مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل بزن دل به فردا، به دریا بزن دل به دریا، خیلی قشنگ خونده. اصلا این شعر خیلی چیز اصولی عجیب غریبی توشه. این خدا کنه که ما بعد اون یکی بشیم، رانندگیمون درست کنیم. خب این برمیگردم یه فلاش بک میزنم به قبل، میام حلش میکنم ماجرا رو که این چی شد. اونایی که مختار بودن چی شدن؟ اینا الکی، یه عده‌شون واقعا ته دلشون هم قبول دارن، یه عده‌شون ته دلشون قبول ندارن.
خدا گفت من یک کاری میکنم لو میره که قبول داشته که قبول نداشته، یه بازی درست میکنم ابتلا. جالبه اولین کسی که لو میره کیه؟ شیطونه. نگاه کنید اولین کسی که بغض پیدا کرد نسبت به خدمت سربازی شیطون نبود، اشتباه نکنید، اولین کس شیطون نبود، شیطون اولین کسی که لو میره او کی بوده؟ نمیتونیم بگیم جلو دور بگیم، بعد جلسه هر که خواست بگم روایتش هم نشونش میده. خب بله درست بگم. خب همینه، به خاطر همینه خدا خیلی قشنگ میگه، میگه کان من الکافرین، این از کافرها بود الان لو رفت. چرا با آدم سجده نکرد؟ با حضرت آدم اصلا کاری نداشت، با اون 14 تا کار داشت. اون 14 تا قرار کی به دنیا بیان؟ ملکی زمینی قرار کی به دنیا بیان؟ از آدم. او به خلیفت الله سجده نکرد، نه به آدم، چون خود حضرت آدم قرار بشه خلیفت الله، ترک اولا کرده باید توبه کنه بشه خلیفت الله. میگه ثم مجتبا، بعد اینکه تازه توبه حضرت آدم پذیرفت خدا گفت ثم مجتبا، حالا تازه شیشتنگ مال خودم شد، این قبلش نبودی. خب بدونید حضرت آدم مقامش بعد از توبه کردن ترک اولایی که انجام داد، اصطلاحا بذار بگیم تو مطلب جا بفته، اشتباهی که انجام داد و توبه کرد، مقامش بالاتر است از زمانی که هنوز اون اشتباه انجام نداده بود. قرآن اینجوری میگه، میگه ثم مجتبا، بعد مصطفی میشه، خدا انتخابش میکنه. چرا؟ چون درس گرفت. مسیر ببین، خدا اومد اینا چجوری آفرید؟ فلکسیبل آفرید، یعنی آپشنشو خدا گذاشته، تو قابلیت تغییر داری، میتونی بشی اولای که کل انعام بل هم ازل، میتونی بری تا بالا. حالا یه سوال، برای بد شدن، برای خوب شدن، خیلی خیلی خوب شدن، برای از کجا بفهمی چجوری باید خوب بشی؟ یه چیزی باید باشه، یه شاغولی باید باشه، یه خطکشی باید باشه، یه متری باید باشه دیگه. مبنا چیه؟ شاخص چیه؟ به چه مبنا میسنجی؟ خدا گفت بر مبنای 14 تا. یعنی شاخص شدن کی؟ آنها. آیا یه سوال، اونها باید ایراد داشته باشن؟ نه. اگر هر نوع ایرادی داشته باشن، این ایراد برای پایینیا چی میشه؟ توجیه پذیر. به هیچ وجه نباید ایراد داشته باشن. 20-20 باید باشن. نکته دو، باید دستیافتنی باشن یا نباشن؟ یعنی بتونه قشنگ بهشون برسی، آره یا نه؟ شما اگه به چیز بتونی برسی، بعدش چه اتفاقی میفته؟ میتونی ازش رد شی، نباید بهتون برسی، میتونی بی نهایت بار بهش نزدیک بشی، اما هیچگاه او بگید نمیشی. بکشیم خودمونو، کان لکم فی رسول الله اسوتون حسن، اسوه خوبیه، خطکش بهتره، خطکش آقا رسول الله، اما بکشیم خودمون هیچگاه حضرت، یعنی من حضرت مثلا نعوذ بالله تربیت، من حضرت رسول با هم اینا من زحمت کشیدم عمره، حضرت عباس به اسمت اکتسابی رسیده، در موردش صحبت خواهم کرد، حالا نسبت اینها رو خواهم سنجید، این بزرگان کربلا برخیشون کار دارم، با این صراط مستقیم خواهم سنجید، خودتون خواهید دید چقدر شیشتونگ ماجرا، چقدر جور همه چیش، مثلا پازل همه چی شده، از هر جهت نگاه میکنی درستم. الان بحثی که خدمتتون ارائه دادم، یعنی روایی نگاه میکنی جور در میاد، قرآنی نگاه میکنی، عقلی نگاه میکنی جور در میاد، یعنی جوره، نباید بتونی بهش برسی، چون برسی ازش رد میشی، میتونی خیلی خیلی بهش شبیه شی. حضرت ابراهیم تازه تو 99 سالگی خیلی به اونو شبیه شد. خودم فرمود انی جاعلک للناس اماما، میگه بعد از ابتلا ابراهیم، بعد از اینکه آزمودیمش، زیارت جامعه کبیره، خداوند میفرماد شما اهل بیت، حضرت آقای امام هادی میفرماد شما، یعنی اهل بیت رو دارن ترسیم میفرمان دیگه، شما اهل بیت وسیله ابتلایید، خطکش شماهایید، با شماها میسنجه خدا. این 1995، این 1999 بر مبنای چقدر، ببین یعنی این طرف امیرالمومنین میذارن توی کفه ترازو، آدم میذارن اون طرف، هر چقدر این شباهت بیشتر باشه جات بهتره، نزدیکتری، نزدیکتری. بعد میگن قسیم و نار ول جنه، یعنی چه؟ یعنی همین دیگه، خیلی واضحه. چرا که امیرالمومنین مهم میشه؟ به خاطر اینکه تو آقا رسول الله رو خیلی تو جاده اومدن، تو اون تابلو بود که خراب شد کار.
و جالبه بدونید تقریبا قریب به اتفاق امت اسلامی رفتن جاده خاکی. برادران اهل سنتمون حدیثی دارن در صحیح بخاری که دیگه کتاب عجیب غریبیه دیگه، در حد قرآن قبولش دارن. برخی از فقهاشون میگن اگر کسی بر صحیح بخاری شک کنه کافره، زنش برش حرام میشه. شیعه همچین کتابی نداره. هر کتاب شما بگیم یا بهار و الانوار اصول کافی میگه کی گفته، بررسیش میکنیم. صحیح بخاری میگن آیه جناب بخاری اومده یک کتاب صحیح رو جمع کرده. تو اونجا حضرت رسول میفرماد اون دنیا سر حوض کوثر، اصلا حدیث حوض معروفه، کوثر ایستادم اصحابم رو گروه گروه میارن سمت من. میگه همین طور که دارن میارن سمت من فرشته های میان اینا رو میچرخونن همه رو میریزن تو آتش. میگم کجا میبرید اینا رو؟ میگن الی النار. میگم چرا؟ میگه نمیدونی بعد از تو چه کردن. عجب. کتاب شیعه نیست. میگم پس چی؟ میگه فرشته میگه الا، حضرت رسول میگه الا حمل نار. میگه به تعداد انگشتای دست فقط موندن از صحابه من. و دقیقا هم همین شد. 4-5 نفر. حالا فهمید همه دعوا سر علیه و دوراهی علی ابن ابی طالبه. من نجف میرم، میرم جلو گنبد وای میستم، میگم همه دعوا سر تو بود، همه دعوا سر تو بود، معیار توی، میزان توی. حضرت زهرا بهانه علی بود، آقا ابو عبدالله بهانه علی بود. او بیشرفات روز عاشورا چی میگفتن؟ بغزن به علی. انا صراط المستقیم. ها حضرت فرمود بریم اون. دقت کنیم، کان بود از کاف. برخی میگن کان یعنی ساره، یعنی شد. یه مثال هم میارن قرآنی، میگن مثلا پسر نوح میگه کان من المغرقین، بود از غرق شده، یعنی غرق شد. برعکس ما میگه پسر نوح هم از غرق شده بود از قبل، وگرنه پدرشو مسخره میکرد، میگفتن آی وسط این بیابون آب کوبیا، آب که اومد چه نفسی سوار شی؟ نه، مرض داشت، از قبل غرق شده بود. غرق شدن یعنی چی؟ آها ببین مفهوم چیه. خدا شاهده جلسه پربرکتی میشه. من خیلی سخنرانی رفتم و رکورددار سخنرانی کشورم. به تو سایت ها بزنید خب، یه رکوردی هم زدم مثل گل زدن علی دایی، هیچ کی دیگه نمیتونه بزنه چون یه تیم مالدیو گیر نمیاد. خب من دارم تشخیص میدم جلسه پربرکتی، یعنی همه چی دو تا چهار تا خوب داره پیش میره. من باز انشاءالله کان من الکافرین. خدا چرا نگفتی کان کافر؟ حالا که اینا این آقایین که میگن یعنی شد کافر شد، چرا میگه کافرین؟ یعنی کسای دیگه هم کافر بگید بودن. این یکی اوناست لو رفت، بقیه هم قرار لو برن رو همین زمین، رو همین زمین. دو دسته میشن اونایی که اونجا با عشق گفتن بله. وقتی 14 نفر نشون داد گفتن بله واقعا زیبا، چرا که نه. تعدادشون هم کم بود اینا که گفتن بله با عشق. اینا این دنیا خانواده خاص به دنیا میان، اما در عمل باید رانندگی خوب بکنن. مگر می شود تو شیعه علی باشی و پشت سر علی ابن ابی طالب راه بروی و همچون او رانندگی کنی اما نماز نخوانی، عرق بخوری، مردم را اذیت کنی، دروغ بگویی، غیبت بکنی، تهمت بزنی، بدگمان باشی؟ مگه میشه علی ابن ابی طالب اینطوری بوده؟ نه. یعنی هیچ چی تو رانندگیت به رانندگی علی شبیه نیست. شیعه یعنی چی در عربی؟ مشایعه. در زبان عربی کسی که تو زمین شخم زده راه میره، جلو میره. کسی که پشت سرش میاد میخواد کمتر خراب بکنه جاره چیکار میکنه؟ میگم مشایعه. شیعه یعنی معنی شیعه علی یعنی چی؟ خلیفه دوم میگه دنبال ابوذر میگشتم، گفتم ابوذر نه، دنبال سلمان میگشتم. به ابوذر گفتم سلمان نه، گفت چرا؟ با علی رفتن تو نخلستان. من نگاه کردم اون غریبه، تو زمان قدیم سری جاپاها رو نگاه میکردن که اینا کدوم سمت رفتن اینا. نگاه کردم میدونم یه جاپا، گفتم ابوذر هم که معروف به راستگویی و صدیق و فلان، گفتم مطمئن. گفت میگه رفتم دویدم تون تون که رسیدم اونا، دیدم سلمان داره پشت سر علی راه میره، علی که جاپا میذاره، سلمان چه شیش دون پاش میذاره جاپا علی.
گرفتم شدم چی کار داری میکنی با این عدواتوارا چیه؟ راه برو دیگه تو. میبرش گفت لابد علی تو این همه زمین پاشو اینجا میذاره لابد یه چیزی میدونه. لابد یه چیزی میدونه دیگه. من نمیدونم. آقا یه من جلو ماشین جلویم میبینم راه نمازه. فلاشر زد. نه بعد حتما من خودم ببینم. تو تصادف میکنی دیگه. تو ترافیک رو نمیبینی ماشین جلوت فلاشر میزنی چیکار میکنی؟ سری فلاشر میزنی. میگه لابد یه چیزی میدونه. اعتماد داری به طرف جلویت. میگه علی اینجا پاشو گذاشته لابد روی این ذرات هستی، روی این کره زمین، روی این خاک زیر پای ما اینجا باید پاقر اینجا باشه. لابد ایراد داره. این میشه شیعه. این میشه شیعه. خب اونایی که ته دلشون چی بودن؟ آها، پس اونایی که خوب بودن باز میشن دو دسته. اونجا بله رو خوب گفتن، اینجا بله رو در عمل اجرا میکنن. رانندگی خوب، رانندگیشون درست میکنن. برعکس میگن راهنمایی رو بگید رانندگی. اول راهنماییت میکنن، همون اول نمیخیر تو بگیرن، هی فرصت بهت میدن. بعضیا اونجا نگفتن ته دلشون، بله رو که علنی گفتن ته دلشون نگفتن و با بغض بودن، میان این دنیا اینا میشن دو دست. تو این دنیا همون مسیر غلطشون رو میرن، میشه مسیر بعد رانندگی بعد. تو این دنیا میگن نه ما اشتباه کردیم، اینا بر حق بودن، این همه مسیری که مسلمان میشن. ها درسته؟ اینا هم این میشن. یه همچین دستبندی، حالا بالاخره هر بحث و هر مثال مناقشه درش هست دیگه، مناقشه در مثال نکنید. خب این میشه. این شب احیا گفتم شیعیانی که مسیر عبودیت امیرالمومنین و اهل بیت، یعنی مثل آدم زندگی کردن، درست زندگی کردن، این مسیر رو بد دارن رانندگی میکنن. حضرت آقا امام صادق فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، گفت مایی زینت ما باشید، مایی آبروریزی ما نباشید، یه انصافا یه جوری باشید بگن این شیعه فلانی ها، نبگن این مسلمان ها همشون مثلا نعوذ بالله فلان گناه انجام دن، این مسلمان عجب. اینجاها جایی که آدم رانندگی باید یاد بگیره، این شبا جایی که قوانین رو یاد بگیره. کیا رو نگاه کنه؟ اونایی که خیلی خوشگل پشت سر امامشون روندن، مثل عباس، مثل هور. هور رانندگیش خوب بود، مسیر رو داشت اشتباه میرفت، ابو عبدالله بهش گفت این وقت غلطه، این طرفی باید برید. مثل زهیر، نه زهیر عثمانی بود، علوی نبود. کسایی که میگفتن حضرت علی قاتل عثمان بوده بهشون گفتن عثمانی، تو دستبندی سیاسی، جناحبندی سیاسی اون زمان. مسیر اشتباه تشخیص داده بود، اما آدمی بود. ببین رانندگیش خوب بود، یعنی چی؟ یعنی قبول داشت که باید اصول رعایت کرد، باید بهش برسیم. توی اون کسایی که روز عالم زر پذیرفتن کی به دنیا بیان، میگن شاختریناشون کسایی بودن که گفتن آخر زمان میخوایم به دنیا بیان. قابل توجهتون. چرا؟ چون شیرینیش درشت بود، رسیدن با آن ملک عظیم، در عوض ارتفاع بالا سقوطش هم وحشتناک. نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. هر که کو پل بالاتر نشست، استخوانش سختتر خواهد شکست. من و تو خودمون انتخاب کردیم، صراط مشخصه، اون خط وسط خط دعوت کننده است، مبشرن. گاردای کنار خیابون، کنار جاده انذار دهنده است. و نذیرا میگه نری بری اینجوری میشه، میگه بیای اینجوریه. دو تا هم داره، اون میشه دشمن شناسی، این میشه دوست شناسی، اون میشه تبرا یا تبری، این میشه تولا یا تولی. ببین همه چیش جوره این مسیر رو. چرا رای فتونی همه مثال، تو مثلا راه رو انتخاب کردی؟ به خاطر اینکه خدا گفت صراط. به کلمات قرآنی دقت کنید، وقتی خدا یه مثال، چرا مثلا لامپ رو انتخاب کردی؟ چون چرا مثلا چراغ اینا؟ چون خدا گفت. بعد خودش هم میگه آخر همه آیه میگه این مثالا رو میزنم تا بفهمید. و اینا خدا علیمه، اینا نیازی نداره، اینا برای شما دارم مثال میزنم. بنی اسرائیل هی اسم میبره، میگه مثال دارم میزنم، یعنی بفهمید سر شما هم میاد. ما پذیرفتیم
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمومنین، یعنی الحمدلله جز اونایی که هدفو شناختیم، راهو شناختیم، میدونیم بعد کدوم شهر بریم. منتها اینجا از اینجا به بعد باید درست کنیم خودمونو، بریم تو اون مسیری که درست زندگی کنیم، علیوار زندگی کنیم. حسین ابن علی آموخته هیهات من نزله، زیر بار ظلم نرو، هر تابلوی رو نپیچ. تو جاده خطر هست، بعضیا الکی ادا در میارن تو جاده که آی ما نیازمندیم، تو رو خدا نگهده در راه مانده ایم، خطرات جاده، همه اینا گفتن. ما باید یاد بگیریم که درست رانندگی کنیم. فلزا محرم امسال با محرم سال دیگه چی میشه؟ فرق داره. هر سال قرار رانندگیمون چیکار کنیم؟ بهتر. اینه کی رانندگی کنیم؟ اونی که نمرش 20ه. اونی که نمرش 20ه. اگر بخوایم بدون چیز، بدون ابتلا، بدون سختی برسیم به هدف، چی؟ مثلا یه هلیکوپتری بیاد ما رو ببره بذاره اونجا و فلان. خدا در مورد حضرت آدم فرمود نمیشه عزیزم. حضرت آدم همین نیتو کرد دیگه. حضرت آدم میخواست یواشکی مقل بره، سری برسه. به خاطر هم شیطون چی گفت به حضرت آدم؟ گفت دو تا وعده بهش داد. حضرت آدم گفت باش. بعد یه قسم دروغ هم خورد نامرد شیطون، قاسم هما. اگه اون قسم رو نمیخورد مطلقا حضرت آدم حرفش گوش نمیکرد. به خاطر هم حضرت آدم گناه نکرده، چون گناه زمانی که شما علم بر چیزی داری، شما ندونی مشروب بخوری چی میشه، گناه کردین؟ نه، نمیدونستی دیگه. حضرت آدم نمیدانست که در آنجا کسی اینقدر پرروست که قسم دروغ به لفظ جلاله خدا بخوره. گفت خدا من نمیدونستم اینقدر میتونه این همچین دروغ میگه، نمیدونستم. اما چون پیغمبره گوششو میپیچونه. من میگم تو دل امیرالمومنین فرموده، تو دلش یه چیزی گشت. شیطون این چی بهش گفت؟ گفت ببین ردیف میکنم براتون هر جفتتون، انتکونا ملکه، هر جفتتون چی بشین؟ فرشته بشید و شجره خلد تو بهش خالد بشی. گفتیم کیان؟ رانندگی درست، هدف درست، مسیر درست. گفت بدون سختی ردیف میکنم، چون اون بهشتی که حضرت آدم توش بود بهشت حقیقی نبود دیگه، بهشت موعود نبود، یه جای خوش آب و هوای خوبی بود. این آیت قرآن وقتش نیست، قبلا سخنرانی کردم دلیلش گفتم، همش هم قرآن یا روایی، خیلی قشنگ. یه چقدر پیشنهاد ابلیس احمقانه است نه؟ چرا فرشته ها سجده کردن به حضرت آدم، بعد میگه میخوای ردیف کنم بیای فرشته بشی؟ انگار مثلا طرف رفته دکتر رو گرفته، بعد بگن ببین ردیف کنم، برو از اول از سیکل شروع کن خوندن. آدم که علم الادمه اسماء کلها، علم الانسان ما لم یعلم، که علامه بوده که اصلا خود یه مسابقه میذاره به فرشته، میگه شما خبرم بدید. هیچکی نمیتونه تو دانش آموزا جواب بده، تنها کسی که جواب میده کیه؟ حضرت آدم. این که علامه چرا همچه کلی بس سرش بره؟ جالب بدونید توی مفسرین من هرچی گشتم هیچ کس نتونست جواب. حتی علامه طباطبایی ایراد میگیره بر شیخ مرتضی، بر سید مرتضی، سید رضی و سید مرتضی ایراد میگیره برش. چه بسا مراد اینه ملک چه ویژگی داره؟ این که همیشه صد خودشه، درسته؟ نه، همیشه از اون بهتر دیگه نمیتونه بشه. برای همین ما فرشته رو نماد چی میدونیم؟ پاکی و خوبی میدونیم، اصلا نمیتونه گناه بکنه. اصلا وقتی میگه شما فرشته بشید اما آدمی، یعنی چی؟ یعنی صد خودتون شید. صد آدم بودن میشه چی؟ شبیه اون 14 تا شدن. برای همین ما روایت داریم میگه حضرت آدم طمع کرد به ما، روایت داریم. اونجا برعکس خیلی جالبه، نزدیک میشه به چی؟ شجره. بازم صحبت درخت، این شجره داستان داره. خدا با موسی از طریق چه صحبت کرد؟ شجره، از تو درخت صحبت کرد. آقا امیرالمومنین میفرماد میدونه حضرت یونس چرا این بلا سرش اومد؟ این چرا؟ فرمود به ولایت من شک، گفت حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه، درسته؟ پس چیزی که بعد از محمد بیاد جدید نیست، من تا ولایت رسول الله رو قبول کنم بس. شکش بر این رفت، فظن ان لن نقدر علیه فنادف الظلمات،
زنش بر این رفت. رفت کجا بگید؟ فی ظلمات. همه اول جلسه گفتم جایی که اینا نباشن یعنی ظلمات. به خاطر همون داد میزد سبحانه که نیکنتو من از ظالمین، اشتباه کردم. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. واسطه هدایت همه چینا. بعد رسید. خب سرتون درد آوردم من برای امشب کافی میدونم، امیدوارم که مفید بوده باشه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان صلواتی نت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.